فصل پنجم که عنوانش هست خاطره یابی و بازیابی آن. فصل پنجم شروع میشه با یک نقل قولی از ایوو آندریچ، نویسنده‌ای که قبلا هم کریس اجز راجبش صحبت کرد، برنده جایزه نوبل، نویسنده پلی بر رودخانه درینا که شنیدیم، و اینجا یک عبارتی رو از کتاب مکالمه با گویا، گویا همون نقاش معروف اسپانیایی، نشانه ها و پل ها، از این کتاب یک نقل قولی رو آورده در آغاز این فصل. ایوو آندریچ می نویسه: عمر و زندگی مردم ما با اندیشه های بدخواهانه و کین توزانه و قیام های ادواری سپری می شود. آنان به هر چیز دیگری بی اعتناءند و از همه چیز گریزانند. آدمی گاهی دچار حیرت می شود که آیا امکان دارد روح و روان مردمان منطقه بالکان برای همیشه مسموم شده باشد؟ آیا آنان دیگر نخواهند توانست هیچ کاری جز تحمل یا تحمیل خشونت انجام دهند؟ هاگوپ آسادوریان همانند بسیاری از جان به در بردگان قتل عام‌های قومی با اشباح خلوت می کند. بعضی از این اشباح مرموز و هراس‌آورند، مانند اشباح سربازان ترک که در سال 1915 او و اعضای خانواده‌اش را از روستای ارمنی نشینشان بیرون راندند تا مرگ مادر و چهار خواهرش را در بیابان‌های سوریه بر اثر بیماری تیفوس شاهد باشد. برخی اشباح شیرین و دلنگیزند، مانند نمایشنامه‌های شلوغ و پرسر و صدایی که در دهه 1920 در تئاتر ییدیش در تقاطع خیابان‌های 27 و مدیسون در منهاتان به زبان ارمنی اجرا می‌شد. بعضی‌ها هم تأثیرانگیز و دردناکند، مانند دیدار مجدد با تنها خواهر زنده مانده‌اش 37 سال پس از آن شبی نزدیک بحر احمر، در حالی که همراه گروهی از بچه‌های یتیم ژنده‌پوش و ژولیده ارمنی از سوریه به اورشلیم می‌گریختند، همدیگر را گم کردند. اما نبرد و تلاشش برای حفظ خاطره، مضمون 14 کتابی که نوشته است، او و نسل او را نتوانست از گذر ویرانگر زمان نجات دهد. می‌گوید زمان در مورد جامعه به سرعت در حال محو شدن ارمنیان تبعیدی به زودی همان کاری را که بیش از 85 سال پیش ارتش ترک‌ها آغاز کرد به پایان خواهد رساند. ترک‌ها بیشتر سال‌های قرن 20 را با انکار قتل عام ارمنیان با موفقیتی تا اندازه چشمگیر سپری کردند. قتل عامی که امپراتوری عثمانی هراسان از قیام ناسیونالیستی در سال 1915 در آن 2 میلیون ارمنی را به زور به بیابانهای سوریه راند تا به حراکت برسند. جان به در بردگان معدود ارمنی دیگر خواهان بازگشت به وطن و زادگاه خود نیستند. آنان درخواست تاوان و خسارت هم ندارند. تنها خواستشان این است که خاطره نابودی و قتل عامشان از آن و پذیرفته شود. این مشغولیت ذهنی اخلاقی تنها میراث به جا مانده برای نسل‌های سوم و چهارم است که بسیاری از آنان دیگر به زبان ارمنی سخن نمی‌گویند. اما شعله کینه و خشمی را که فرو نشانده و خاموش نخواهد شد هنوز در درون خود دارند. آخرین کتاب آسادوریان نسل درونسوز نام دارد که میگوید درباره از دست رفتن گریز ناپذیر فرهنگ ماست. وقتی برای دیدار این نویسنده 97 ساله به خانهش در ایالت نیوجرسی رفتم، او را نشسته مقابل پنجره یافتم که به سوی باغچه با دقت آراسته شده ای گشوده میشد. به من گفت: هیچ کس جای کسانی را که رفتند نمی گیرد. فرزندانمان در این کشور ما را درک نمی کنند. البته نمی توان ملامتشان کرد. در حینی که صحبت می کرد، جان پسر نیمه مسنش که پس از سکته مغزی از صندلی چرخدار استفاده می کند، خود را با حرکتی سریع و عصبی پشت سر پدرش جا به جا کرد. با سر خم شده به یک سو،
با قیافه اخمالود به حرفهای پدرش گوش می داد. زمانی حدود 12 روزنامه ارمنی زبان مهم هر روز در آمریکا منتشر می شد. امروزه از آنها فقط یکی باقی مانده که در کالیفرنیا چاپ می شود. باشگاه های ارامنه به تدریج تعطیل شدند. مراکز گرد همایی منحل شدند و رویدادهای فرهنگی کاهش یافتند. برنامه های گرد همایی ارامنه اگر زمانی انجام گیرد معمولاً به زبان انگلیسی برگزار می شود. البته غیر از مراسم مذهبی در کلیساها که کشیشان تقریباً همیشه ابتدا به زبان ارمنی سخن می گویند و بعد مراسم دعا و نیایش را به زبان انگلیسی برگزار می کنند. آسادوریان می گوید این واقعیت را پذیرفته است که نوشته های او نمی تواند مانع امها تدریجی زبان ارمنی شود. دو پسرش زبان ارمنی را فرا گرفتند. نوه دختریش به ارمنی صحبت می کند ولی نمی تواند خوب بنویسد. با این همه او همچنان می نویسد تا صدای گویای آن 331 نفری باشد که در سپتامبر 1915 همراه آنان راهپیمایی دشواری را آغاز کرد. از آنان فقط 29 نفر جان به در بردند. آسادوریان می گوید واقعا هرگز امکان ندارد با نوشتن آنچه روی داد به درستی حق مطلب را ادا کرد. بیش از حد هراس آور است. من هنوز هم برای به خاطر آوردن آن دقایق به شکلی که بودند با خودم دست و پنجه نرم می کنم. می نویسی برای اینکه مجبوری. تمام آن ماجراها در درونت فوران می کنند. مثل گودالی که دائما از آب پر می شود و هرچه آبش را بریزی بیرون خالی نخواهد شد. به همین دلیل است که من به نوشتن ادامه می دهم. با این حال شور و شوق مفرط او ژرفای جانش را می سوزاند. به رغم آن که برای آرام کردن خود مجبور شد چند تا قرص بخورد، حکایت دردناک تبعیدش را قطع نکرد و آن را ادامه داد. پیش از آن که وارد بیان جزئیات آخرین بخش حکایت خود شود، بخشی که در شرح وقایع طولانی زندگیش آن را ناگفته گذاشته بود، نفس عمیقی کشید. گفت: وقتی می‌خواستم مادرم را دفن کنم، مجبور شدم از دو پسر بچه کوچک دیگر کمک بخواهم تا با هم جنازه را ببریم طرف چاهی که مرده‌ها را می‌انداختند توی آن. این کار را برای آن می‌کردیم که شغال‌ها جنازه را نخورند. بوی تعفن شدید و آزاردهنده بود. مگس‌های سیاه دست دسته وزوزکنان روی دهنه چاه قشقرق به پا کرده بودند. اول پاهای مادرم را سرازیر کردیم توی چاه، ولی پسر بچه ها برای فرار از بوی شدید تعفن دویدند طرف تپه. من ناچار ایستادم به تماشا. مادرم را می دیدم که داشت می افتاد ته چاه. پیش از آن که از دید محو شود سرش را می دیدم که از این سو و آن سو می خورد به دیواره چاه. در آن لحظه اصلا چیزی حس نمی کردم. در حالی که می لرزید خاموش ماند. بعد با صدای گرفته‌ای پرسید: این چه نوع فرزندی؟ من چون این حالتی را قبلاً دیده و احساس کرده بودم. بی اعتنایی ترسناک نسبت به درد، حتی درد خود آدم. هیچ چیز حس نکردن او در لحظه‌ای که جنازه مادرش را داشته می انداخته توی چاه، به معنای آن نیست که اصلاً برایش اهمیتی نداشته و ناراحت نبوده است. او تمام زندگی خود را وقف گرامی داشت خاطره مادرش کرده بود. در سالهای آخر درد آن لحظه فراموش نشدنی، انداختن شتاب زده مادرش در چاه، با شوری هراس‌آور حس و تحمل کرده بود. این جلوه است از احساس گناه و عذاب وجدان عجیب و مرموزی که قربانیان همیشه در وجود خود دارند. حالانکه عاملان جنایت ها که مسبب بیشتر این درد و عذاب ها بودند اصلا آن را احساس نمی کنند. خانه در سکوت فرو رفت. پسر آسادوریان که در تمام مدت نقل داستان مثل پدرش بی حرکت نشسته بود، کلید صندلی چرخدار را زد و
و از اتاق رفت بیرون. دولت ترکیه هنوز هم این رویداد را با قاطعیت انکار می کند و می گوید تعدادی از ارمنیانی که کشته شدند شورشیانی بودند در جنگ جهانی اول و بقیه باید قربانیان جنگ و قحطی گسترده ناشی از آن محسوب شوند. ترک ها ادعا می کنند که ارامنه را برای حفظ جان و امنیتشان تا آن منطقه امن همراهی کردند. آنان فقط می پذیرند که به سبب جنگ بعضی اتفاقهای اسف‌انگیز هم رخ داده است. در ترکیه امروزی بیشتر آثار باقی مانده از ارمنیان، مردمانی که اول بار در نوشته های یونانیان و پارسیان باستان در سده های پیش از میلاد مسیح از آنان نام برده شده، غبار گرفته و از یاد رفته است. پس از جنگ جهانی اول حدود 25,000 ارمنی راهی آمریکا شدند. بعضی از داستان‌های آنان در مجموعه‌های کوچک آمریکایی از شعر و ادبیات ارمنی، از جمله 15,000 جلد کتاب در مرکز زهراب در نیویورک باقی مانده است. این کتاب‌ها را غیر از چند پژوهشگر کسی نمی‌خواند. مقدار اندکی از این آثار ادبی و شعری به زبان انگلیسی ترجمه شده است. به کشتار بیش از 1,000,000 ارمنی در ترکیه اغلب به منزله مقدمه استناد می شود برای قتل عام‌های قومی بعدی که قرن 20 را به لرزه درآورد. اگرچه متفقین اعمال ترک‌ها را در جنگ جهانی اول تقبیح کردند، اما برای آنکه آنان مسئولیت جنایاتی را که علیه ارمنیان مرتکب شدند بپذیرند هیچ تلاش جدی به عمل نیامد. احتمالاً گستره و ابعاد این جنایت و بی‌اعتنایی بین المللی بود که هیتلر را در بحبوحه حمله به لهستان جری کرد تا به پیروان خیش یادآوری کند. آیا کسی را دیده اید که از نابود کردن ارمنیان دیگر حرفی بزند؟ سراسر کره زمین با چنین گورها و گورستانهای گمنام و ناشناخته نقطه چین شده است. این گورها و چاه‌های خاموش نشانهای یادآوری کننده قابل رؤیتی هستند از بی‌عدالتی که به رغم همه چیز دهه‌ها پس از ارتکاب جنایت قدرت حیرت‌آوری دارند برای سرزنش و به سطوح آوردن آدم‌کشان. این گونه فاجعه ها که مقصران و جانیان آنها را انکار می کنند و قربانیان برای آنها حرمت و قداست قائلند، شکاف ها و ورطه های بزرگی بین مردمان به وجود می آورند. این فاجعه ها در خدمت خلق کردن دو نوع تاریخ کاملا متمایز و متضاد قرار می گیرند. آشتی و سازگاری فقط با یک اتفاق نظر همگانی و تاریخی ممکن است پدید آید. بازیابی و یادآوری خاطره تاریخی زبان مشترکی را باز می‌گرداند که جنگ آن را غصب و مصادره کرد و زبان دیگری را جایگزین آن ساخت. نبش قبر هزاران نظامی اعدام شده به دست نیروهای شوروی در جنگ جهانی دوم در جنگل کاتین بیرون شهر کالینین در سال 1991 روایتی تاریخی را عیان کرد که روس‌ها و لهستانی‌ها ناگزیر آن را پذیرفتند. پیامد سریع آشکار شدن حقیقت فروپاشی نظام شوروی بود. نبش قبرها در کامبوج، السالوادور و شهر سربرنیچا در بوسنی نیز فرایندی از همان دست به شمار می رود. این اذعانها و پذیرفتنهای نهایی است که نظامها را از هم می پاشد و استقرار دوباره و اعاده حیثیت تاریخ را اجباری می کند. اما تا چنین زمانی فرا برسد، نظام‌های زمان جنگ با شور و اشتیاق همچنان در بوق دروغ می‌دوند. هنگام جنگ درباره این مکان‌های دفن پنهانی اجساد با صداهایی خفه و وحشت زده سخن گفته می‌شود. وقتی پایان جنگ نزدیک می‌شود، آدم‌کشان تلاش‌های شدید و اغلب بی‌حاصل به عمل می‌آورند تا بر جنایت‌های خود سرپوش بگذارند. زمین‌هایی را که جنازه‌ها در آنها چال شده با بولدوزر زیر و رو می کنند، همچنان که در شهر سربرنیچکا کردند. چاهایی را که جسدها را در آنها می انداختند منفجر می کنند یا جنازه های باقی مانده را توی اسید حل می کنند. اما کشتارهای گسترده و عظیم جنگ های صنعتی قرن 20
انجام دادن چنین اعمالی را برای محو کردن آثار جنایت‌ها بسیار دشوار می‌کند. اغلب سال‌ها بعد است که معمولاً مخالفان سیاسی و عقیدتی تک افتاده برای افشای حقایق گذشته به کوشش سرسختانه و منظمی دست می‌زنند. آنان همچون کارشناسان آمار به کمک سیاهی اعمال و جنایت‌ها، چگونگی سرنوشت و آخر عاقبت مستبدان و بازگرداندن خاطره‌های گذشته امید ایجاد می‌کنند. در جریان جنگ خلیج فارس چند روز پس از عقب نشینی سربازان عراقی از شمال عراق مرا بردند تا از مدرسه‌ای بازدید کنم. شورشیان کرد محلی می‌گفتند زیر کف سیمانی حیات مدرسه صدها جنازه دفن شدند. قرار بود سیمان را بکنند و جنازه‌ها را بیاورند. در منطقه بوسنی پس از بمباران‌های سال 1995 توسط هواپیماهای پیمان ناتو، هنگام پیشروی نیروهای مسلمان من با آنان همراه شدم. کسانی که جان به در برده بودند، هرگاه حتی پیش از فروکش جنگ وارد روستایی می‌شدند، به سراغ اولین جایی که می‌رفتند محل دفن جسدها بود تا آن را نشانه‌گذاری کنند. احساس می کردی که این مکانها به اندازه خانه و مایملک آنان برایشان ارزش و اهمیت دارد. مقامات دولتی مسلمان که همراه ارتش حرکت می کردند، سیاهه بلند بالایی از نام افراد گم شده در جنگ با خود داشتند. آنان حتی در کشاکش درگیری ها هم دنبال گورهای دست جمعی می گشتند. گورهایی که صدها و شاید هزاران جنازه در آنها چال شده بود. جنازه قربانیانی که چند سال پیش وقتی سرب‌ها برای بیرون راندن مسلمانان هجوم آوردند قتل عام شدند. وقتی محل گورهای جمعی را برای حفاری با طناب علامت گذاری می کردند، من ایستاده بودم و تماشا می کردم. نزدیک یک آبادی به نام پودینهان به غاری برخوردیم که استخوان‌های انسانی از گودالی دایره شکل بیرون زده بود. در محلی مشهور به چروینا زملیا به معنای خاک سرخ، استخوان‌ها و لباس‌های پاره پوره شده بر اثر مرور زمان از خاک بیرون آمده بود. در پرهوو، خرابه‌ای که در 8 کیلومتری شمال کلیپوچ در دامنه تپه‌ای قرار داشت، مردی که شاهد یکی از آن قتل عام‌ها بود، مقامات را به محلی راهنمایی کرد که می‌گفت در آنجا ده ها قربانی قتل عام شده چال شدند. سناد مدانوویچ 25 ساله کارگر کارخانه که سرباز شده بود پس از 3 سال همراه ما به زادگاه و خانه اش بازگشت. او با 3 مسلمان دیگر از مسیر خاکی شیبداری بالا می رفت که به روستایش منتهی می شد. هر 4 تن به AK-47 مسلح بودند. بوته های انبوه را برای یافتن دسته های پراکنده و کوچک سربازان سرب اهل بوسنی که ممکن بود هنوز پشت تپه‌های پست و بلند یا لابلای درختان جنگل کاج پنهان شده باشند با دقت جستجو می‌کردند. مدانوویچ بی‌اعتنا به صدای شلیک متناوب سلاح‌های کوچک راهی را در پیش گرفت که به قطع زمین ناهمواری روبروی خانه دو طبقه مخروبه‌ای می‌رسید. جلوی ساختمان مخروبه ایستاد و درباره روزی که سرب‌ها آمدند برایم حرف زد. آن روز اول ماه ژوئن 1992 بود. می‌بیند که چند صد شبه نظامی سرب اهل بوسنی و نیروهای ارتش یوگسلاوی روستایی حدود 25 خانوارا محاصره می‌کنند. سپس افراد خانواده ها را در میدان مرکزی روستا جمع می کنند و با سلاح های گرم و مسلسل های سنگین بنا می کنند به تیراندازی و درو کردن آنها. میان قربانیان مسلمانان دیگری هم بودند که از روستاهای اطراف به آنجا پناه آورده بودند. نزدیک مزرعه‌ای ایستاد و گفت: من هم آنجا بودم، میان مردم. به سرب‌ها اعتماد نداشتم و تا جایی که می توانستم دور از آنها ایستادم. به خانواده‌ام گفتم اینها ما را می‌کشند، اما آنها باور نمی‌کردند که امکان داشته باشد چنین کاری بکنند. وقتی سرب‌ها بنا کردند به تیراندازی، من پا گذاشتم به فرار. صدای زجه و ناله زن‌ها و بچه‌ها را می‌شنیدم. صدای مداوم و وحشتناک شلیک گلوله‌ها را می‌شنیدم.
از این سر تا آن سر مزرعه دویدم به طرف جنگل. سرپایی که دوروبر آبادی بودند به طرفم تیراندازی کردند، اما توانستم خودم را برسانم به جنگل و لای بوته ها مخفی بشم. تعریف میکرد که سرپا تمام آن شب مشغول عرق‌خوری و غارت خانه های روستا بودند. صبح روز بعد آنها را دیده بود که جنگل را برای یافتن کسانی که ممکن بود جان به در برده باشند جستجو میکردند. حدود 40 مرد را گیر آوردند، لختشان کردند و با دستای بسته در جاده راهشان انداختند. میگفت دیدم که دو نفر از اسیرها را بیرون آبادی با گلوله کشتند. وقتی 6 روز بعد در حال فرار دستگیر شدم و به اردوگاه مانیاچا بردندم، از آن 40 نفر فقط 9 نفر از جمله یکی از برادرهایم را آنجا دیدم که جان به در برده بودند. بقیه کشته شده بودند. آنها که زنده مانده بودند گفتند که قبرهای دست جمعی کجاست و گفتند که مادرم و بقیه اعضای خانواده‌ام را کشتند. از تمام اهالی پروهو فقط ما 10 نفر هستیم که باقی ماندیم. مدانوویچ بلندقد، بالیچندام و ریشو بود. از پنجره سابقشان رفت تو. بنا کرد لابلای خرد ریزها و آتاشقال‌های سیاه شده گشتن. تکه پاره‌های پیراهن آبی رنگی را بیرون کشید، به سینه‌اش چسباند و گفت این مال یکی از برادرزاده‌هام بود، یکی از دو قلوها. جنگ خونینی که سرب‌های اهل بوسنی برای پاک کردن این بخش از سرزمین از وجود مسلمانانی برپا کردند که بیش از 500 سال در آنجا زندگی کرده بودند، بازماندگان را به انتقام جویی واداشت. مدانوویچ می گفت دو فرمانده سرب مسئول قتل عام را تعقیب خواهد کرد. مارکو آدوموویچ و پاتکو بوواویچ دو جانوری بودند که این قتل عام را رهبری کردند. همه ما ناسیونالیست های سرب اهل کلیپوویچ را قبل از این که بیایند ما را بکشند می شناختیم. سخنرانی های پر از نفرت و انزجارشان را علیه مسلمانان شنیده بودیم. و آن روز صبح وقتی به روستای ما آمدند تا کشت و کشتار راه بیندازند، از نزدیک دیدیمشان. بیان نفرت و انزجار نهفته در درون او فرصتی بود برایش که لااقل به خاطره اعضای از دست رفته خانواده، یعنی مادر، 5 تا از 6 برادر، تنها خواهر، عمو و 2 برادرزاده کوچکش ادای احترام کرده باشد تا اندکی تسکین بیابد. روی زمینی که جسدهای آنان را در دل خود جا داده بود ایستاد و گفت اینجا زیر پاهایم خانواده و روستایم قرار دارند. رحمت خداوند شامل حالم شد که جان به در ببرم و برگردم تا مراسم تدفینی لایق شأن آنها برگزار کنم. غروب فرا رسیده بود. ما گروه کوچکی بودیم با اسلحه های سبک و روی تپه ایستاده بودیم که گروه های سربازان سرب فراری ناچار بودند از آنجا بگذرند. از باریک راهی خاکی رفتیم پایین. وقتی مدانوویچ چشمش افتاد به سنگهای گرانیت در هم شکسته گور پدر و پدر بزرگش که پیش از جنگ مرده بودند، بر زمین زانو زد. سعی میکرد تکه های شکسته سنگ گورها را طوری کنار هم بچیند که نوشته های روی آنها و نام مرده ها مشخص شوند. از من پرسید تو میتوانی اسم اینها را بخوانی؟ می توانی بفهمی چه کسی اینجا دفن شده؟ رهبران دوران جنگ که می دانند افشای جنایتهاشان به معنای از دست رفتن مشروعیت و بی اعتبار شدن اسطوره آنان است، کسانی را که برای عدالت خواهی و پاسخگویی به تاریخ فریاد بر می دارند مورد آزار قرار می دهند و سرکوب می کنند. تلاش برای بیاد آوردن قربانیان و آدمکشان سرآغاز فعالیتی اشتراکی است برای ابراز پشیمانی و پالایش ملی. چون این فرایندی همچنان که در جریان عمل کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی شاهد بودیم، فقط نوعی راه گریز است.
و اگرچه همیشه عدالت اجرا نمی شود، همچنان که در آفریقای جنوبی شاهد بودیم که پس از پذیرش و اعتراف کامل به جنایت‌ها آدمکشان بخشوده شدند، اما شأن، منزلت، هویت و از همه مهمتر خاطره از دست رفته آدمی به این طریق بازگردانده می شود. برای بسیاری از خانواده ها همین کافی است. مقامات بالا بسیار به ندرت به زندان می افتند. معمولاً کسانی که تاوان سنگین می پردازند، البته اگر تاوانی برای پرداختن وجود داشته باشد. قداربندان و تفنگچی‌های بیمقداری هستند که برای از مخمصه رهاندن فرماندهان محاکمه و زندانی می‌شوند. به این ترتیب بیشتر کسانی که جنایات جنگی زیر نظر و به دستور آنان انجام شده هرگز تنبیه نمی‌شوند. به آنان اجازه داده می‌شود که در بازنشستگی به تدریج محو شوند. درباره آنان فقط پچ پچ می شود، اما هیچگاه به طور کامل مورد سرزنش قرار نمی گیرند. نهادهای قدرتمند، سرویس‌های امنیتی، نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های دولتی کشورها احتمالاً اجازه می دهند برخی واقعیت‌ها افشا شوند، اما به ندرت به جامعه اجازه خواهند داد تا مسئولیت را متوجه ارگان‌ها و مقامات واقعی دولتی کنند که رهبری کشت و کشتارها را به عهده داشته است. با وجود همه اینها و به رغم بی‌عدالتی گریزناپذیر هر گونه تحقیقات، قدرت باطه برای بهبود شرایط و رهایی از پیامدهای تلخ جنگ امری است حیاتی. میلان کوندرا می‌نویسد: مبارزه انسان علیه قدرت مبارزه خاطره است علیه فراموشی. یک روز بعد از ظهر کنار چاه‌ها و نزدیک تنگه‌های پر از غارهای کوهستانی که سراسر ارتفاعات شهر بندری تریست در ایتالیا پراکنده‌اند داشتم قدم می‌زدم. این چاه‌ها و غارها از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم اسرار مخوفی را حفظ کردند. اسراری که هنوز هم که هنوز است کشور ایتالیا و همسایگان آن را در منطقه بالکان ناراحت و مشوش می کند. این چاه‌ها که با هزاران کیلو آتش‌آشغال پر شدند، شاید صدها و حتی هزاران جسد را در درون خود پنهان دارند. جسدهای ایتالیایی‌ها و یوگسلاوهایی که با اشغال تریست در ماه می 1945 توسط کمونیست های یوگسلاو مخالفت کردند و نیز جنازه های تعداد زیادی از سربازان به اسارت در آمده آلمانی. اما حتی پس از گذشت 5 دهه کوشش برای تحقیقات در مورد چگونگی این اتفاق به جایی نرسیده است. تریست شهری است بندری که بیشتر سالهای قرن 20 را در حاشیه آشوب‌ها و آتشفشانی از سر گذرانده است که تومار سلسله‌های پادشاهی اروپا را در هم پیچید و خطوط جبهه جنگ سرد را به وجود آورد. این شهر بیش از 2 بار دست به دست شده است. جیمز جویس و اریک ماریا ریلکه زمانی در این شهر زندگی می‌کردند. کماندانت کارلوس، فرمانده معروف و نچندان خوشنام جنگ داخلی اسپانیا، از اهالی تریست بود. ایتالو سووو نویسنده هم اهل این شهر بود. شهریست کثیف، فقیر و مورد غفلت قرار گرفته که بیش از آن چه گفته شد از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار نیست. اما زخم‌های چرکین گذشته هوای آن را آلوده کرده است. هر روز بعد از ظهر پیرمردان در کافه‌های کنار دریا دور هم جمع می‌شوند و داستان‌های غم‌انگیز گذشته را بازگو می‌کنند. در ماه می سال 1945 پارتیزان‌های کمونیست تیتو در یوگسلاوی پس از نبرد سنگین و طاقت فرسا علیه فاشیست‌های آلمان و کروات، نیروهای در حال هزیمت و عقب نشینی به سوی ایتالیا را دنبال کردند. پارتیزان‌ها شبه جزیره
ایستریان در شمال دریای آدریاتیک را تسخیر کردند و با سرعت به سوی تریست پیش رفتند. اشغال 40 روزه تریست توسط پارتیزان‌ها و تعقیب سربازان آلمان نازی و فاشیست‌های ایتالیایی و کروات و کسانی که به عنوان مخالف کمونیسم مورد سوءظن بودند، نزدیک بود به برخوردی با نیروهای متفقین منجر شود. در ماه جوان یوگسلاف‌ها تا مناطق داخلی عقب کشیدند، اما شهر تریست تا سال 1954 به ایتالیا بازگردانده نشد. امروزه این شهر 230,000 نفر جمعیت دارد که بسیاری از آنان خانواده‌های ایتالیایی هستند که پس از جنگ به زور از یوگسلاوی بیرون رانده شدند. تریست در ماه می 1945 شهری بود به هم ریخته و آشفته، پر از سربازان به دام افتاده آلمانی، کروات و ایتالیایی که به رغم پیمان تسلیم ایتالیا در سال 1943 همچنان به جنگیدن ادامه می دادند. پارتیزان ها هر روز تعداد زیادی از متهمان فاشیست را از خیابان های سنگفرش می گذراندند و به طرف دادگاه های نظامی یوگسلاوی می بردند. بیشتر آنان در دادگاه‌های صحرایی بدون معطلی به مرگ محکوم می‌شدند. حکم اعدام بلافاصله اجرا می‌شد و جنازه‌هاشان را می‌انداختند توی چاه‌ها و مغاک‌های اطراف شهر. بسیاری از اهالی اسلوونیا که آن زمان در تریست زندگی می‌کردند، از فروپاشی فاشیسم ایتالیا به وجد آمدند و از پارتیزان‌ها به عنوان نیروهای آزادی بخش استقبال کردند و به تعقیب و دستگیری سراسری آخرین بازمانده های سربازان و فاشیست ها توسط پلیس مخفی یوگسلاوی هر نوع همکاری و کمکی که توانستند کردند. طی دوره اشغال شهر لااقل 3500 نفر از ساکنان تریست همراه با تعداد نامشخصی از یوگسلاف ها، ایتالیایی ها و آلمانی هایی که در آنجا به دام افتاده بودند به ضرب گلوله کشته شدند یا آنان را انداختند توی شکاف‌های رشته جبار کارسو که بخش انتهای شرقی کوههای آلپ را در ایتالیا تشکیل می‌دهد. هزاران نفر تبعید شدند و بسیاری دیگر در اردوگاه‌های یوگسلاوی از بین رفتند. در یکی از گزارش‌های سری اداره جاسوسی بریتانیا آمریکا مربوط به سپتامبر 1945 که چند سال پیش علنی شد، شرح مفصلی آمده است از قول شاهدان فجایعی که پارتیزان‌ها مرتکب شدند. کشیشی کاتولیک به نام دون سکک به پژوهشگران گفته است که روز دوم ماه می 1945 گروهی 150 نفری از فاشیست‌ها بی معطلی به اعدام محکوم شدند. آنگاه پارتیزان‌ها آنان را بردند به باسوویزا، روستای کوچکی در اطراف تریست که ساکنانش به زبان اسلوونیایی صحبت می‌کنند و به رگبار مسلسل بستندشان. او گفته است جنازه ها را انداختند توی غارهای باسوویزا، جایی که اکنون بنای یادبودی برای قربانیان ساخته شده است. او روز بعد حدود 320 زندانی را نزدیک دهانه چاه باسنوویزا دیده است. کشیش در گزارش خود میگوید این افراد در حضور جمعیتی که متهمشان میکرد بازپرسی و محاکمه میشدند. به محض آن که یکی از متهمان مورد بازپرسی قرار میگرفت، 4-5 زن میآمدند جلو و شهادت میدادند که او یکی از اقوامشان را شکنجه داده و به قتل رسانده یا خانهشان را آتش زده است. متهمان را با قنداق تفنگ کتک می زدند. آنها همیشه به جنایت‌هایی که بهشان نسبت داده می شد اعتراف می کردند. در جنگ مرگ اغلب مأموری است معذور و ناشناس. وقتی پی بردن به این که شخصی مرده است یا زنده غیر ممکن می شود، پایانی وجود ندارد. راهی برای بهبود زندگی در زمان و مکانی مشخص وجود ندارد. شرارت و قساوت جسمانی با شرارت و قساوت علیه خاطره تشدید می شود. نامشخص بودن پایان زندگی عزیزان بستگانشان را که در انتظار پاسخند عذاب می دهد.
این بی‌حرمتی به خاطره مثل خوره می‌افتد به جان بازماندگان. نظام‌های حکومتی برای نامتعادل، مضطرب و آشفت خاطر نگه داشتن شهروندان خود از قتل و مرگ نامشخص استفاده می‌کنند. این جریان به آتش جنون جمعی جنگ دامن می‌زند. اگر قرار باشد التیامی صورت گیرد، این جریان باید اصلاح شود. مصیبت و فلاکت زاییده اعمال متجاوزان معمولاً مثل قارچ می‌روید. در عراق خانواده ها برای اطلاع یافتن از اینکه بستگانشان زنده اند یا خیر رشوه های زیادی می پرداختند. فالگیران و مدعیان داشتن علم غیب به مردم وعده می دادند که امکان تماس با گمشدگانشان را می توانند فراهم آورند. خانواده های بیچاره را اغلب هفته ها می بردند و می آوردند تا از زندان ها یا اردوگاه ها پیام‌های فرضی دریافت دارند و در اختیارشان بگذارند. من در السالوادور و الجزایر چنین مواردی را شاهد بودم. زنان گریانی را می‌دیدم که به شدت تلاش می‌کردند به خود بباورانند که با پسران و همسران گمشده خود رابطه برقرار می‌کنند. این گونه زنان که بارها و بارها مورد بی‌اعتنایی نیروهای امنیتی و بروکرات‌های دولتی قرار می‌گیرند و هرگز جواب درستی دریافت نمی‌کنند، از کنار واسطه‌های احضار ارواح آرامش می‌یابند. اگرچه بیشترشان پس از چند ماه پی می‌برند که سرشان کلاه رفته است. خاطره، حتی خاطره جعلی، برای مدتی بهتر از سکوت به نظر می‌رسد. امید هر اندازه تصنعی و باور نکردنی ادامه می‌یابد، اما درد و رنجی که به خاطر گمشدگان بر دل و جان سنگینی می کند سرانجام به شکل نیاز واحدی تجلی می یابد. بازیابی جنازه. فیلم زندگی و هیچ چیز دیگر جز سال 1989 ساختی کارگردان فرانسوی برتلان تاورنیه این نیاز بازیابی جنازه را نشان می دهد. داستان درباره دو زن است که در میان پسمانده های میدان جنگی قدیمی در جستجوی جنازه واحدی هستند. آریل دورفمان، نویسنده شیلیایی، نیز در داستان بلند بیوه زنان به همین مضمون می پردازد. داستان درباره روستایی است طی جنگ جهانی دوم. رودخانه جنازه ای را به ساحل می اندازد. جنازه چنان آسیب دیده که قابل شناسایی نیست. زن دهقان سالخورده‌ای که دو پسر، شوهر و پدر خود را از دست داده، ادعای مالکیت جنازه را می‌کند و آن را به مقامات دولتی نمی‌دهد. چیزی نمی‌گذرد که 37 زن دیگر که نزدیکان خود را از دست داده‌اند، خواهان جنازه می‌شوند. بین این زنان و دیکتاتوری نظامی که تصور می‌کند می‌تواند تاریخ را محو و نابود کند، جنگ و جدال در می‌گیرد. خشونت جنگ تصادفی است، منطقی ندارد. بسیاری از کسانی که با اندوه فقدان عزیزی از دست رفته دست و پنجه نرم می کنند، این را به خوبی می دانند که این فقدان عبث و نالازم بوده است. این جریان زخمهای عمیقی در روان بازماندگان و نیز سربازان بازگشته از جنگ باقی می گذارد. بسیاری از سربازانی که در ویتنام جنگیدند، پی بردند که نیت والایی در این جنگ وجود نداشت و ثمره فداکاری و ایثار آنان ضایعاتی جبران ناپذیر بود. پذیرش و باور اسطوره‌ای که چنین فقدانهایی را شرافتمندانه و ضروری جلوه می‌دهد، به رغم تناقض‌های غیر قابل انکارش آسان‌تر است. طی دو دهه 1970 و 1980 در آرژانتین بیشتر 20,000 گم شده در جریان جنگ کثیف رادیکال‌های مسلح نبودند، بلکه رهبران کارگری، سازماندهندگان حرکت‌های اجتماعی، روشنفکران چپ و سازماندهندگان جریان‌های دانشجویی بودند. تعداد اندکی از آنان با مبارزات چریکی رابطه داشتند. در واقع با انجام کودتای 1976 در آرژانتین، جنبش‌های مسلحانه چریکی مانند مونتونروس، پا
اندازه زیادی مزمحل شده بودند. آن گروه ها اصلا دولت را تهدید نمی کردند، اما آدم ربایی دولتی نظام زندان زیرزمینی گستردهی به وجود آورد که عمدتاً به منظور تلکه و اخاذی از خانواده های قربانیان تداوم یافت. مارگریت فیت لوتیز در کتاب واژه‌نامه ترور درباره تجربه های یک زندانی سیاسی، فیزیکدانی به نام ماریو ویانی می نویسد: فروپاشی اخلاقی شکنجهگران بین جلسه های شکنجه وقتی نگهبانان ویانی و چند زن باردار زندانی را به یک پارک بازی و سرگرمی بچه ها می برند به نمایش گذاشته می شود. زندانیان را مجبور می کنند سوار قطار بچه ها شوند. نگهبانی که اسم مستعارش خون است، دختر 6-7 سالش را برای دیدن ویانی به زندان می آورد. چند سال بعد ویانی به طور اتفاقی یکی از شکنجهگران اصلی خود را می بیند. مردی که در زندان به هولیان معروف بوده. هولیان به ویانی توصیه می کند به دیدار یکی از زندانیان قدیمی او برود و شغلی برایش درخواست کند. هولیان آزاد بود زیرا فشار ارتش محاکمه های پس از سقوط حکومت نظامی را متوقف کرد. پس از محکومیت 5 تن از 9 فرمانده شورای نظامی، آشوبها و بلواهای پی در پی ارتشی ها راول آلفونسین رئیس جمهور آرژانتین را وادار کرد 2 لایحه به مجلس ارائه دهد. یکی برای تعیین محدودیت زمانی برای پیگردهای قانونی و کیفری و دومی برای معافیت از پیگرد نظامیانی که درجهشان از حد معینی کمتر است. مجلس آرژانتین هر 2 لایحه را بیدرنگ تصویب کرد. بعدها کارلوس ساول منم جانشین آلفونسین فرماندهان محکومیت یافته را همراه 10 زندانی دیگر عفو کرد. در شیلی همسایه آرژانتین نیز ژنرال آگوستینو پینوشه مسئول از تعقیب کیفری تمام عمر به صندلی محافظت شده خود در مجلس سنا تکیه می‌زند. اخیراً البته به دادگاه احضار شده است. تا وقتی دروغ اعتبار خود را از دست ندهد و تاریخ بازیابی نشود، جوامع به سخن گفتن در قالب واژه‌ها و عبارت‌های دستچین شده ادامه می‌دهند. در چنین مواقعی است که از کلمه‌ها برای پوشاندن واقعیت استفاده می‌کنند. رژیم نظامی آرژانتین از واژه‌هایی مانند دساپراسیدو شخص گم شده به معنای کسی که به طور سری اعدام شده، چوپادو به معنای ربوده شده و تراسلادار به معنای انتقال دادن، تعبیری برای بیرون بردن به منظور کشتن استفاده می کرد. واژه‌های از این نوع اعمال خشونت‌آمیز و جنایتکارانه دولتی را در نظر مردم کم اثرتر می کند. در میدان جنگ هم چنین جریانی برقرار است. سربازان به جای کشته شدن مومندود می شوند. قربانیانی که به آتش کشیده می شوند در قالب واژه های جنگی برشته می شوند. داستان بلند زندگی و تقدیر اثر واسیلی گروسمان نویسنده روسیه شوروی درباره مبارزه برای فراموش نکردن و غلبه بر مرگ ناشناخته عزیز از دست رفته است. مادری که در داستان معرفی می شود بر اساس شخصیت مادر گروسمان آفریده شده که همراه 30,000 نفر که بیشترشان یهودی بودند در جنگ جهانی دوم در بریدیچوف شهر زادگاهشان در اوکراین به دست نازی‌ها قتل عام شدند. در فصلی از رمان گروسمان نامه‌ای از زبان مادر می‌نویسد، پیامی واپسین برای تنها فرزندش پیش از آن که به قتل برسد. این نامه زخم عمیقی را آشکار می‌کند که او مجبور شده آن را تحمل کند. او نتوانسته بود با مادرش پیش از آن که کشته شود هیچ گونه تماسی بگیرد.
مادر در نامش بی‌طرفانه همسایه‌هایی را توصیف می‌کند که از اشغالگران نازی جواز دریافت کرده‌اند و او را از خود طرد می‌کنند. در نامه می‌نویسد: واقعاً نمی‌دانم کدام یک بدتر است، خبث و عداوت لذت بخش یا نگاه‌های خیره ترحم‌آمیزی که مردم به آدم جرب گرفته می‌کنند، انگار که گربه‌ای نیمه جان است. در ادامه نامه می‌نویسد: اما حالا متوجه شدم مردمانی که از رهایی روسیه از شر یهودی‌ها فریاد و فغان برمی‌آورند همان‌هایی هستند که مثل غلام‌های حلقه به گوش جلوی آلمانی‌ها تعظیم می‌کنند و حاضرن وطنشان را در ازای 30 سکه نقره به آلمانی‌ها بفروشند. مردمانی غریبه از حومه شهر آمدند و خانه‌های ما، پتوهای ما و لباس‌های ما را صاحب شدند. اینها باید همان مردمانی باشند که در زمان بلواهای وبا پزشک‌ها را می‌کشتند. مردمانی وجود دارند با روحی تباه شده، مردمانی که حاضرند با شیطان دست همکاری بدهند و هر کاری بکنند مبادا به مخالفت با هر کسی که در آن لحظه قدرت را در اختیار دارد متهم شوند. در سال 1960، 4 سال پیش از مرگ گروسمان، وقتی داستان زندگی و تقدیر تکمیل شد، اداره پلیس مخفی شوروی نسخه اصلی آن را توقیف کرد. به نویسنده هرگز اجازه داده نشد آن را منتشر کند. به ندرت اتفاق می‌افتد که بتوان جنایت‌های رژیمی را افشا کرد که هنوز بر مسند قدرت نشسته است. پس از برکناری آدمکشان از قدرت، جنایت‌ها افشا می‌شوند که معمولاً بخشی است از فرایند طولانی بازیابی. پس از جنگ خلیج فارس، ما آمریکاییان فرصت بی‌نظیری در عراق داشتیم که با دقت به درون اجزا و محتویات رژیم صدام حسین نظر کنیم و جنایت‌هایی را که مرتکب شده بود عیان سازیم، اما آن را از دست دادیم. در حمله بعدی رژیم صدام نابود شد، ولی مردم معمولی عراق با جان خود تاوان سنگینی پرداختند. پس از جنگ خلیج فارس، منطقه امنی در اختیار کردان شمال عراق گذاشته شد که تحت حفاظت هواپیماهای پیمان ناتو بود. با بیرون رفتن ارتش عراق از آن ناحیه، تحقیق درباره جنایت‌های رژیم صدام حسین حتی زمانی که او هنوز بر مسند قدرت جای داشت امکان پذیر شد. گورهای جمعی، اتاقهای شکنجه، نظام پیچیده زندانها و پرونده‌های پلیس مخفی به شیوه عمل درونی یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهای منطقه گواهی می‌دادند. در نبش گورهای جمعی صدها جنازه مرد، زن و کودک پیدا شد. بعد از ظهر یکی از روزها، وقتی جنازه 1500 سرباز را که ظاهراً پس از امتناع از شرکت در جنگ ایران و عراق در دهه 1980 اعدام شده بودند از زیر خاک بیرون می آوردند، من کناری به تماشا ایستاده بودم. تا زمانی که هویت جنازه تشخیص داده نشود، مرده گم شده تلقی می شود. رهبران کرد تخمین می زنند که بیش از 180,000 کرد به دست پلیس مخفی عراق از بین رفتند. ماموران عراقی از کشتن هیچ کس از جمله کودکان که معتقد بودند حامی جنبش چریکی غیرقانونی کردستانند یا به خانواده‌ای تعلق دارند که با شورشیان کرد در پیوند است، ابایی نداشتند. بیش از 4,000 روستا، عمدتاً روستاهای نزدیک مرزهای ترکیه و ایران که پناهگاه شورشیان کرد تلقی می‌شد، بر اساس برنامه‌ای که در سال‌های 1987-88 یعنی اواخر جنگ ایران و عراق به اوج رسید، به دست نیروهای عراقی ویران شد. محل‌های کشتار اغلب در چند متری گورهای جمعی قرار دارند. روی تپه کالوا، محلی که انسان‌های بسیاری با گلوله به قتل رسیدند، تنها چیزهایی که باقی مانده 5 تایر اتومبیل پر از سیمان است. کشته‌های خاکی محل را حصاربندی کردند. دست‌های زندانیان چشم بسته را از پشت به تیرهای آهنی 3 متری می‌بستند و در حالی که پاهاشان توی سیمان بود به رگبار گلوله می‌بستندشان.
کسانی که در آن حوالی زندگی می کردند می دانستند که جریانی دارد رخ می دهد. وقتی با یکی از آنان اطراف تپه کالوا صحبت کردم، گفت که غالباً صدای فریاد و رگبار گلوله را می شنیدند، اما تهدیدشان کرده بودند که سعی نکنند از پشت دیوارهای بلند توی مجتمع را نگاه کنند. گاهی سگهای ولگرد می رفتند توی حیاط و با تکهی استخوان آدم در دهن می دویدند بیرون. گاردهای عراقی به طرف سگها تیراندازی می کردند. با 7 محافظ شخصی روی تپه کالوا ایستاده بودم. رژیم عراق برای سر تمام خارجیانی که در منطقه هایی کار می کردند که زیر نظر کردها اداره می شد جایزه گذاشته بود. چند نفری از این خارجی ها از جمله عکاسی آلمانی که با او کار می کردم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. ما به تماشای زنی کرد به نام پرشان حسن ایستادیم که خود را به زحمت به بالای پشته خاکی می کشاند که به گور جمعی منتهی می شد. عکس سیاه و سفید قاب شده پسر بچه‌ای را به سینه چسبانده بود و پیش می رفت. بالای تپه که رسید سکندری خورد. جمعیتی که در آنجا گرد آمده بود برایش راه باز کرد. پرشان حسن ناگهان ایستاد و از ته دل فریادی دردآلود کشید. اسکلت فرزندش شفیق روبرویش بر زمین افتاده بود. پسر بچه 13 ساله‌ای که 9 سال پیش در حیاط مدرسه گم شده بود. چشم‌بند آبی رنگ رو رفته‌ای سفت دور سرش بسته شده بود و گلوله‌های پراکنده میان استخوان‌های سیاه شده‌اش را می‌شد دید. پرشان نجواکنان گفت: او را از لباس‌هایش شناخت. لباس‌های پوسیده پسرش را برد می‌داشت، می‌بویید، می‌بوسید و حرف می‌زد. بی پدر بزرگش کردم. در تمام چنین صحنه‌هایی درد و مصیبت هست، اما در این حال احساسی آشکار از آرامش و تسکین هم به چشم می‌خورد. پسر یا شوهر گم شده بالاخره پیدا شده است. تأثیر سودمندی که از چنین بازیابی هایی هر اندازه دردناک پدید می آید ادامه زندگی را امکان پذیر می کند. تلاش های مخالفان برجسته عراقی مانند کنعان میکایا از فعالان سازمان نظارت بر حقوق بشر لازم بود تا این اطمینان به وجود آید که کامیون های حاوی اسناد از جمله عکس ها و نوارهای ویدئو از اعدام ها از شمال عراق به مکان امنی منتقل می شوند. من فهرست‌های تایپ شده طولانی را که در مراکز پلیس مخفی عراق بر جا مانده بود ورق زدم. کشتار از پی کشتار، گاهی به خاطر جرم‌های بسیار ناچیز. مردی به مرگ محکوم شده بود زیرا عکس یکی از رهبران کد را توی کیف پولش پیدا کرده بودند. در پرونده‌های پلیس عکسی یافتم از 3 تن از مقامات عراقی، مانند شکارچیان حیوانات وحشی کنار جنازه روی زمین افتاده مردی که تازه کشته شده بود سر پا نشسته عکس یادگاری گرفته بودند. یکیشان که کلاه بره به سر داشت کارد بزرگی را نزدیک گردن جنازه نگه داشته بود و نیشش تا بناگوش باز بود. آدمکشان به شکل عجیب غریبی نیاز داشتند جنازه های انسانها را همچون جوایز دریافتی به معرض نمایش بگذارند. من ساعتها به تماشای نوارهای ویدئویی نشستم که پلیس مخفی از اعدامهای انجام شده گرفته بود. زندانیان را به تیرها می‌بستند، با گلوله سوراخ سوراخشان می‌کردند و جنازه در هم مچاله شده آنان را رها می‌کردند روی زمین. همانندی هراس‌آور و شیفتگی غریب و مشمئز کننده‌ای در تمام آنها وجود داشت. ثبت و ضبط چنین اعمالی نتیجه فروپاشی دنیای اخلاقی بود، دنیایی که در آن حق و ناحق زیر و رو و در هم شده بود. در دنیای جنگ نابهنجاری ممکن است به صورت اصلی اخلاقی درآید. گناهکاری امکان دارد به جای شرف و عزت بنشیند و کشت و کشتار افراد غیر مسلح که کودکان را نیز شامل می شود ممکن است به عنوان عمل قهرمانانه پذیرفته شود. در چنین دنیایی کشتن دشمن یعنی دیگرانی که دشمن محسوب شده اند بخشی از رستگاری ملت به شمار می رود.
آن تپه در شمال عراق صدها زن کرد را برای جستجوی فرزندان یا شوهران گمشدهشان به سوی خود کشاند. فریادهای حزن‌انگیز آنان که جنازه عزیزان خود را پیدا می کردند از همهمه جمعیت بالاتر می رفت. بیشتر آن زنان روزها و روزها میان بازمانده جسدها می گشتند و ساکت یکی یکی آنها را تماشا می کردند. شاید جنازه عزیزانشان را بیابند. مردانی با بیل و کلنگ زمین را می کندند. کسانی که چاله بزرگی را دوره کرده بودند بازماندگان نحیف زندانهای پلیس مخفی بودند که از شکنجه ها، کتک خوردن ها، گرسنگی و تنهایی و گاهی سالها نداشتن تماس با دنیای خارج سخن می گفتند. چند هفته بعد با جمال عزیز امین مدیر مدرسه 45 ساله مردی آراسته به شورش در حومه شهر سلیمانیه سفر کردم. در ویرانه‌های تاریک زندان امنیتی مرکزی سلیمانیه که جمال یک سال در آن بازداشت بود وارد اتاقی شدیم که صدا از آن خارج نمی‌شد. قلاب‌های بزرگی از سقف آویخته بود. جمال را که کرد عراقی بود از این قلاب‌ها معلق آویزان می‌کردند و شکنجه می‌دادند. تعریف کرد که چگونه دست‌هایش را از پشت دستبند می‌زدند و از مچ‌ها آویزانش می‌کردند. لختش می‌کردند و در مورد روابطش با گروه‌های چریکی کرد می‌پرسیدند. آنقدر شوک الکتریکی به او می‌دادند که بیهوش می‌شد. گفت از شدت درد داد می‌زدم، انگار از ته چاهی عمیق فریاد می‌کشیدم. ردیف سلول‌های این زندان عظیم که روی هم طبقه طبقه ساخته شده به شکلی غم‌زده رها شده به حال خود در جایش ایستاده است. در سال 1991 وقتی رزمندگان و غیر نظامیان خشمگین کرد به زندان یورش بردند 300 پلیس مخفی و افراد گارد عراق از جمله رئیس زندان 3 روز مقاومت کردند. در پایان هیچ کدامشان جان به در نبردند. جمال عزیز امین و دیگر زندانیان کرد پس از حمله کردها و کشتار عراقی‌ها امکان این تجربه نادر را به دست آوردند که پا بر جنازه بسیاری از شکنجه‌گران خود بگذارند. دلمان می‌خواست همه‌شان دوباره زنده می‌شدند تا می‌توانستیم یک بار دیگر بکشیمشان. زندانیان با آش آبکی، نان و چای کمرنگ به زندگی ادامه می‌دادند. جمال می گفت وقتی آزاد شد حدود 25 کیلو لاغر شده بود. دیوارهای سلول‌ها پر بود از خطوط و اعداد، تقویم‌های ناشیان ترسیم شده زندانیان و پیام‌ها و نوشته‌هایی که هر یک مدرک و سندی بود از درد و رنج انسان‌ها. یکی از زندانیان به نام احمد محمد جلوی 5 اسم دیگر نوشته بود اینها دوستان من بودند که با هم دستگیر شدیم. همه‌شان اعدام شدند. زندانی دیگری خطاب به مادر خود نوشته بود: آه مادر، توی این اتاق تاریک خواب می‌بینم که عذابم می‌دهند و من بر خود می‌لرزم. به در سلول لگد می‌زنند. صدایی به من می‌گوید از جا بلند شوم. وقت بازجویی است. گیج و منگ از خواب می‌پرم. جمال راه می‌افتد طرف مستراح، سوراخی در سیمان کف انتهای راهرو سلول. شعاع باریکی از پنجره کوچک در ارتفاع 4-5 متری بالای دیوار به درون می‌تابد. جمال گفت: می‌خواستم اینجا را بهت نشان بدم. جایی است که شب‌ها می‌آمدیم خودمان را از دیوار بالا می‌کشیدیم تا از پشت این پنجره صدای سگ‌هایی را که در دوردست پارس می‌کردند بشنویم. شنیدن صدای پارس سگ‌ها برای ما همه چیز بود. خاطره تاریخی توسط کسانی که جنگ را اجرا می‌کنند ربوده می‌شود. وقتی خاطره در برابر اسطوره می‌ایستد و با آن درگیر می‌شود، جنگ‌افروزان در صدد پنهان کردن یا امحاء آثار و نشانه‌هایی برمی‌آیند که واقعیت اسطوره را به منزله دروغ افشا می‌کنند. این عمل نابود کردن فراگیر است. نهادهای موجود از جمله رسانه‌های گروهی که شعارها و عبارتهای ساختگی قدرتمندان را توتیوار تکرار می‌کنند به آن یاری می‌رسانند. از آنجا که در چنین موقعیتی تقریباً
همه در این تبانی دست دارند، برای جوامع دشوار می شود با خطا و دروغی مقابله کنند که چون این موقعیت نابهنجاری را به وجود آوردند. در نتیجه جوامعی که از مقابله با گذشته اکراه دارند، در دنیایی شبیه شهر زمرد اسیر می شوند. دنیایی که هر روزه مهمترین حقایق آن احساس و سپس سرکوب می شود. دنیایی که در آن دروغ‌های دولتی توسط دیوان سالاری عظیمی پایدار می ماند. برای التیام زخم‌ها و پایان یافتن جدایی بین جوامع اسلوونیایی و ایتالیایی شهر تریست، گورهای خارج شهر باید نفش شوند. کمیسیون‌هایی در شیلی، آرژانتین و برزیل، همچنین دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه به این منظور ایجاد شدند که واژگان مشترکی در اختیار این کشورها قرار دهند. تا آن زمان جناح‌های مختلف با یکدیگر رابطه درست برقرار نخواهند کرد. احتمالاً بازیابی کامل خاطره امکان ندارد، هیچگاه صورت گیرد. اما برای رهایی از فضای آلوده جنگ باید نوسازی بی‌طرفانه‌ای انجام شود. شناختی صحیح از انکار و نابهنجاری پدید آید و شیوه نوینی در بیان به وجود آید تا عیان و افشا شود که اسطوره فانتزی است و هدف آن بی‌ارزش. سرانجام ممکن است بیان حقیقت کامل بیش از حد دشوار باشد، اما فرایند التیام زخم‌ها و خاتمه دادن به جدایی‌ها و نفاق‌ها فقط هنگامی آغاز می‌شود که ما بتوانیم تراژدی و فاجعه را اذعان کنیم و سهم خود را از ملامت بپذیریم.